داریم، وقتمون کمه، سوژه هم زیاد داریم، فقط کوتاه بگیم این فرمانده سپاه سلامی همیشه میاد رجزخوانی میکنه حرفای عجیب غریب، گفته کرونا محصول جنگ بیولوژیک آمریکا با ایران و چینه. چیگونه پاسختون چیه به حسین سلامی فرمانده رجزخوان سپاه؟ یعنی جواب ابلهان خاموشی است، چیزی نمیتونیم بگیم. الان خود آمریکا در فشار مسئله کرونا رو داره و یعنی واقعا متاسفم که خب این همچه اشخاصی بر ایران رو کمک میکنه. یکی از این اشخاص فرماندار خانساره، دکتر کمالی نامیه که دلیل عجیبی برای قرنطینه نکردن شهر آورده. میگوید تا سالها اسم قرنطینه بر این شهر که دارالمؤمنین است خواهد ماند و من این کار را نخواهم کرد. یعنی هر کی ساز خودشو میزنه آقای داری. خب همین تمام صحبت امروز ما همین، یعنی کسی سر کار نیست. یعنی چطور ممکنه استاندار یا شهردار یه شهر یه غلط کرده برای خودش تصمیم بگیره؟ ولی چون کسی سر کار نیست ایشون هم عجلش حال میده. این پیشنهاد کمک آقای ترامپ به ایران رو چگونه دیدید؟ میگوید ایران مشکلات خیلی بزرگی داره و بهشون پیشنهاد کمک دادیم، اگر دوست داشته باشن ما بهشون کمک کنیم خوشحال میشیم کمک کنیم، ولی ایران حاضر میدونیم به قبول کمک های آمریکا نیست و در عوض خواستار لغو تحریم ها شده. و یک نکته دیگه که بهش پیشته که بهش اشاره میشه توسط کاربران در فضای مجازی اینه که همزمان با این پیشنهاد کمک وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران رو ترامپ برای یک سال دیگه تمدید کرده. اینا با هم ارتباطی دارن؟ آمریکا تو خب بعد از جنگ جهانی دوم بزرگترین کمک دهنده به همه کشورها بوده و هنوز هم هست. یعنی در این کمک های بین المللی آمریکا همیشه شماره یک از یه چیزی نزدیک به 0.7% از تولید ناخالص ملیش رو صرف کمک میکنه و جمهوری اسلامی اگه یه رژیم عادی بود از این کمک ها برخوردار میشد. و این در مورد تحریم ها هم یه نکته ای که قبلا هم شاید بهش اشاره کردیم ولی زیاد بهش توجه نمیشه اینی که تحریم اصلی که آمریکا اعلان کرده اینی که به دنیا اعلان کرده که هر کی با جمهوری اسلامی میخواد معامله کنه با من نمیتونه معامله کنه. نگفته شما با جمهوری اسلامی معامله نکنید. یعنی شما با جمهوری اسلامی بفرمایید خواهش می‌کنم ولی با من نمیتونید. بنابراین به فرض اینکه هم آقای ترامپ یا جانشینش آقای بایدن یا سندرز یا هر کی دیگه اینو عوض بکنه بگه نه حالا هر کی میخواد با ایران معامله کنه بره بکنه و ما حرفی نداریم، بازم به این سادگی انجام شدنی نیستش. ببین چون ارتباطاتی که طی سالها درست شده نمیشه مثل سویچ برق نیست که بزنید و خاموش باشه. ایران سهمش رو در بازار نفت از دست داده. یعنی چین بزرگترین وارد کننده نفت ایران بود ولی چینی ها رفتن با روسا و سعودی ها قرارداد امضا کردن. قرارداد نفت هم 3 ساله یا 5 سال است، یعنی فردا ایران دوباره عادی بشه و خود اصلا رضا شاه دوم هم بیاد سر کار بخواد به چین نفت بفروشه باز باید 3 سال یا 5 سال صبر کنه که دوباره اون سهم بازار رو به دست بیاره. و دعوایی که الان بین سعودی و روسیه هست درست سر همین موضوعه که سعودی ها میگن روسیه داره از این فرصت استفاده میکنه که تمام بازارهایی رو که ایران داشت تو ژاپن و تو نمیدونم تایوان و چین و خلاصه کشورهای آسیایی اینا رو بگیره تا ایران خرطوخره این قسمت بازار رو بگیره و بعد اگه گرفت و وقت حمله کنه به سهم سعودی ها. و این یه چیز خیلی جدی هستش.